همطور که خدمتتون عرض کردم، در این قسمت از برنامه من گفتگو میکنم با دکتر مسعود نورکار، همکار دیگری که متاسفانه به دلایلی همکاری ما یه مدتی قطع شده بود. برای اونم به دلیل این بود که فرم برنامه های من هنوز مشخص نبود و این نبود، مشخص نبودن برنامه سبب این شد که من از گفتارهای بسیار جالب دوست عزیزم مسعود نورکار محروم باشم. حالا در برنامه امروز خوشبختانه برای دومین بار با دکتر نورکار صحبت میکنیم در مورد مسائلی که دکتر نورکار مطرح خواهد کرد. دکتر نورکار، درود بر شما. سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون، خوشحالم باهاتون هستم. دکتر نورکار، رنگ روتون خیلی خوبتر شده، مثل اینکه سفر به کانادا و شرکت در جلسات مختلف به شما خیلی خوش گذشته و موفقیت آمیز بوده، درسته؟ بله، من متاسفانه صدای شما رو خیلی آهسته دارم ولی به هر حال متوجه میشم. سفر خوبی بود، یه تور فرهنگی بود. به ویژه من خیلی خوشحالم که در اون کنگره جهانی انجمن قلم شرکت کردم، که اگر موافق باشید میتونم خیلی کوتاه یه گزارش خدمتتون. حتما. بله، کنگره جهانی انجمن قلم امسال 81مین اجلاس خودش رو در شهر کبک سیتی کانادا برگزار کرد و من هم به عنوان یکی از نویسندگان ایرانی، به عنوان نماینده انجمن قلم ایران در تبعید، همراه با یکی از دوستان دیگر در این کنگره شرکت کردیم و در هر حال در رابطه با خواستای اهل قلم در ایران مسائلی رو اونجا مطرح کردیم. این کنگره با شرکت 270 نفر از نویسندگان از 82 کشور البته با همراهاشون برگزار شد و کنگره بسیار موفقی بود. میدونید که کشورهای مختلف که در این کنگره شرکت میکنن، نمایندگانشون مسائل و مشکلات اهل قلم اون کشور رو مطرح میکنن و خواستایی رو مطرح میکنن که از طریق کنگره هم انعکاس جهانی پیدا میکنه و هم در رابطه با اجرای اون تلاش میشه. ما هم مشکلاتی که برای اهل قلم در ایران، به ویژه روزنامه نگاران و نویسندگانی که در زندان هستند، این مسائل اونجا مطرح کردیم و از کنگره خواستیم که به این مسائل رسیدگی بکنه و از حکومت اسلامی بخواد که بدون قید شرط زندانیان اهل قلم و روزنامه نگاران و نویسندگان آزاد کنه. در این حال هم مسئله سانسور رو مطرح کردیم و یک سری مشکلات دیگه حقوقی و سیاسی که در رابطه با اهل قلم در جامعه ما وجود داره و هر روز هم به هر حال بدتر میشه، چون اون تغییرات سیاسی که در ایران اتفاق میفته، مثل انتخاب رئیس جمهور و یا رئیس جمهوری که مطرح میشه، میدونید که در سطح جهانی گاهی این تصور پیش میاد که این تغییرات سیاسی میتونه یک تغییرات اساسی و بنیادین تو همه حوزه‌ها ایجاد بکنه، که خب ما برای نمونه دیدیم که در دوره آقای روحانی چقدر روی اهل قلم، روزنامه‌نگاران، نویسندگان تشکلشون فشار بوده، زندان، شکنجه، ضرب و شتم و خیلی از محدودیت‌های دیگه. به هر حال این مسائلی بود که در کنگره مطرح شد و اون لایحه و قطعنامه‌ای رو که ما در رابطه با وضعیت اهل قلم در ایران مطرح کردیم، ببخشید، مورد تصویب اکثریت اعضای کنگره قرار گرفت و در قطعنامه کنگره درج شد. دکتر نورکار، خیلی گزارش جالبی بود. من امیدوارم که دوستان بدونن در خارج از کشور هیچ وقت کسانی مثل دکتر نورکار بیکار نشستن در مسائل مربوط به قانون نویسندگان، چه در داخل چه در خارج، زندانیان سیاسی. همین دکتر نورکار
بارها و بارها من یک از سخنرانیشون که در تورنتو کرده بودن یا در نمیدونم کدوم شهر کانادا الان خاطرم نیست، خود دکتر نقره‌کار اشاره میکنه بهش، صحبتاشون گوش کردم، بسیار صحبت‌های جالب بود، سوالاتی که مطرح کردن بسیار جالب بود در مورد کتابایی که دکتر نقره‌کار نوشته و مقالاتی که نوشته و همه اینا سر تا سر نشان دهنده دقتی است که دکتر نقره‌کار در مسائل ایران داره، از جمله لاتایی که الان در قدرت هستند، اراذل اوباشی که در قدرت نشستن و تاریخچه و نمیدونم زندگی اینا که کمتر کسی به این مسائل پرداخته که دکتر نقره‌کار با قلم سحار و جالبی که داره به این موضوع اشاره کرده. اما در این هفته دکتر نقره‌کار شما یه اشاره کرده بودید به این صحبتی که من دائما در برنامه ها میکنم و اون اینه که در برنامه ها از مجلس شورای اسلامی به عنوان طویله شورای اسلامی نام میبرم، همونطور که به درستی شما در مقالتون نوشتید، حالا نمیدونم که به من نوشته بودن ایمیل کرده بودن که آقای فرجی شما وقتی که به اونجا میگین طویله، این یه توهینی به تمام دوران مجلس شورای ملی و اسلامی هم هست، حالا اسلامیشو نگفتن شورای ملی. جواب من همیشه این بوده که یه عده مزدور و اراذل اوباش و زندانبان و سپاهی و امنیتی که اینا رو لباس شخصی تنشون کردن آوردن تو این طویله نشوندن و در رأسش هم یه آدمی مثل لاریجانی، یعنی سردار لاریجانی قرار دادن، آدمایی مثل کوسری و اینا که همه سرداران سپاه بودن و جنایاتشون رو کردن، بعد لباس شخصی مثل قالیباف، مثل خیلی از اینا بعدن لباس تنشون کردن و عینک و خیلی شیک اومدن، یعنی تمام جنایت‌ها شسته شده رفته. شما راجع به این مقاله طویله اشارم به من کردید، خیلی هم محبت کردید، ولی نه تایید کردید نه تکذیب، ولی مسائل رو سنجیدید، تجزیه تحلیل کردید. دلم میخواد دوستانی که این مقاله رو نخوندن شما یه مقداری بهش اشاره بکنید. همونجوری که اشاره کردین، من هم چون صحبت‌های خودم و با شما این گفتگوها رو روی فیسبوک هم میذارم، غالبا یه کامنت هایی تو این رابطه داشتم، عده‌ای موافق این عنوانی که شما به کار میبرید، عده‌ای مخالف، به هر حال نظر میدادن که چرا باید چنین عنوانی مطرح بشه یا چرا نشه. خب نوشتم من در اون مطلب که برخی از دوستان هم توی خود شما اشاره کردید توهین به مجلس و مجلسیان و نمایندگان بخشی از مردم تلقی میکنن، بخشی حتی نوشته بودن که در واقع توهین به حیوانات بی آزاره، برای اینکه معمولا در طویله در محل نگهداری این حیوانات خیلی از حیوانات نگهداری میشن که هم بی آزارن و هم خدمتگزارن به مردم و انسان، در حالی که مجلس شورای اسلامی حتی در این حد هم خدمتگزاری نکرده، جدا از مصوباتش واقعا رفتاری که خود نمایندگان مجلس در طول این 37 سال داشتن نشون میده که واقعا این مجلس و این جمع بار معنایی کاربرد چنین عناوینی رو داره. و البته من اشاره کردم در اون مقاله طویله در تاریخ سیاسی ما واقعیتش نقش سیاسی ایفا کرده، ما در طول دوره قاجار حتی قبلش بعدش طویله های سلطنتی داشتیم که بسیار جایگاه مهمی در حوزه سیاست داشتن و اتفاقا افرادی که در داخل در واقع طویله های سلطنتی کار میکردن کسانی بودن که از اونها استفاده ابزاری میشد، مثل همین مجلس، برای پیشبرد سیاست هایی رو که در واقع پادشاهان و یا روحانیون میخواستن پیش ببرن، کما اینکه نقش طویله سلطنتی در دوره محمد علی شاه در اون واقعه توپخانه بسیار روشن بود که تمام کسانی که تو اونجا کار میکردن چقدر علیه مشروطه خواهان بودن، البته با واژگان لوتی و اجامر و اوباش و اینها. به هر حال میخوام بگم که من در این مقاله تلاش کردم بگم که استفاده از این نوع عناوین
نمیتونه توهین تلقی بشه، برای اینکه همونطوری که گفتم بار معنایی لازم و در مورد کارکرد اون محدوده داره. کما اینکه شما مجلس اسلامی رو در نظر بگیرید، میبینید از همان روزی که آقای هادی غفاری در اون مجلس شروع به پرت کردن کفش به نمایندگان کرد، نمایندگان رو کتک زد، تا هفتیر کشی و کله زدن و کف گرگی زدن و این چیزهایی که واقعا در این مجلس اتفاق افتاده. و همینطور اخیراً هم دیدید که در رابطه با همین توافقنامه‌ای که مطرح میشه برخورد نمایندگان مجلس چگونه بوده. مجموعه رفتاری که درون این در واقع قوه به نظر میاد وجود داره و درون این ارگانی که میتونه یکی از مظاهر مهم دموکراسی باشه ولی در جامعه ما تغییر کرده، این به هر حال همونطور که عرض کردم اون بار معنایی رو داره. به ویژه این که ما مجلسی فکر نمی کنم در تاریخ مجالس و پارلمان ها سراغ داشته باشیم که نمایندگانش در داخل مجلس راهپیمایی کنن و خواهان اعدام رئیس سابق مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور مملکت بشن. بنابراین به گمان من کاربرد برخی از این عناوین رو نباید به این معنا توهین تلقی کرد، اون معنایی که برخی ها تصور میکنن توهین به ملت، بلکه من فکر میکنم یک تعریف و یک تعبیر بجاست گاهی از یک مجموعه. اون عکسی که وجود داشت پخش بکنیم نیست. دکتر نورکار در ضمن یه عکسی هم میهنان گرامی برای ما فرستاده که یکی از این حزب‌اللهی ها برداشته روی سینهش نوشته کاخ سفید رو به طویله تبدیل میکنیم. البته ایشون قبل از این که کاخ سفید رو به طویله تبدیل بکنه باید یادش باشه که ما سالهاست که میگیم این مجلس شورای اسلامی یک طویله واقعیه. دلیلش هم اینه که چندی قبل یک آدمی بعد از این که حالا من نمیخوام بگم اینقدر تأثیر گذاری ولی کردن این کارو، یک آدمی توی روزنامه اطلاعات و کیهان آگهی داد که 280 تا 278 تا گاو شیرده که بسیار خوب زیر قیمت در به فروش میرسه. بعد شماره های مجلس شورای اسلامی رو داده بود و تا دو سه هفته مردم زنگ میزدن و میگفتن آقا این 270 خورده گاو رو ما حاضریم بخریم. بعدا اینا کلافه شد و گفتن اینجا مجلس شورای اسلامیه. اینا خواستم به شما بگم آقای نقره‌کار، اگه نمیدونید این چیزاییست که بعدا اومد در اومد که راجع به این مجلس شورای اسلامی، یعنی همین طویلهی که من اشاره میکنم بودش. یه مطلب دیگه که دکتر نورکار من میخواستم با شما مطرح بکنم، چون بیشتر از همه آدم های دیگه دیدم شما روی این مسائل خیلی دقت میکنی، اینه که این زندان اوین رو نگاه کنید. بله، این عکسیست که دکتر نورکار فرستاده، نوشته کاخ سفید رو به زودی کاخ سفید رو طویله میکنیم. این یه حزب‌اللهی نوشته که دکتر نورکارم این رو برای ما فرستاده، در پارسینه بوده که میدونید از این سایت های داخل ایران. در هر صورت دکتر نورکار، من توی برنامه امروز اشاره کردم که اینا جنایتکاران رو به اسم نمیدونم حتی از سپاه و زندانبان ها و شکنجگران و بازجوها به اسم وکیل مجلس میفرستن تو مجلس یا شغلای دولتی بهشون میدن. یعنی اکثر اینایی که شما به عنوان وزیر حتی در کابینه حسن روحانی هم میشه این جنایتکاران رو دید و یا فرماندار و استاندار و اینا این کارا رو میکنه. در زمینه محلهایی مثل زندان اوین که محل جنایات رژیم آخوندی است، اینا میخوان به وسیله همین مردک جنایتکار قالیباف اونو تبدیل کنن به یه پارک عمومی و تمام اون جاهایی که نشانه های زیادی از جنایت سبوعیت این رژیم هست اینا رو همه رو از بین ببر. بخواستم راجع به این موضوع صحبت کنید. فکر میکنم سال 1387 بود اگر اشتباه نکنم که اینها شروع کردن به تخریب خاوران و همون موقع هم صحبتش بود که در واقع خاوران رو تبدیل کنن به حالا یک مجتمع ساختمانی یا پارک یا به هر حال از حالتی که الان امروز هست خارج کنن. این به هر حال سیاست این نوع حکومت ها
هستش که آثار باقی مانده از جنایت‌های خودشون رو به نوعی محو کنن، از بین ببرن. در واقع یک حافظه تاریخی و یک حافظه میدونید جمعی دست ساخت خودشون رو به جای یک رخداد و واقعیتی که اهمیت داره و جز حافظه تاریخی پر اهمیت اون مردم هست جایگزین کنن و به در واقع تعبیر خودشون دچار فراموشی بکنن مردم رو نسبت به اون اتفاقی که افتاده یا نسل‌های بعدی رو. جمهوری اسلامی تو رابطه با این کار در واقع دست بالایی رو داره. از همون روزهای اولی که اینها بر سر کار اومدن چنین سیاستی رو پیش بردن. اینها خیلی از اعدام شدگان و قربانیان همون پشت بام مدرسه علوی رو ببخشید بردن و در دره‌های اطراف تهران در جاهایی که ناشناخته هست دفن کردن. حتی اجساد به خانواده هاشون ندادن. از همون روز حتی میترسیدن که به هر حال یک محلی باشه برای دفن حتی جنازه های قربانیان خودشون. و همینطور هر جا رو که در برقان می توانستند آثاری از جنایت خودشون بود یا تخریب می کردن یا شرایطی رو پیش می آوردن برای اون منطقه که به دست فراموشی سپرده بشه. حالا برقان سراغ زندان اوین آمدن و قصد دارن که اون منطقه زندان اوین رو تبدیل کنن به یک پارک تفریحی یا برقان به یک مجموعه که مورد نظرشونه. در این رابطه می دونید که عده‌ای از دوستان اعتراض کردن و نامه‌ای نوشته شده که خب من هم یکی از امضا کنندگانش هستم، خطاب به یونسکو که جلوی این کار گرفته بشه به خاطر اینکه زندان اوین و زندان‌های دیگه به ویژه زندان اوین که تقریبا از سال‌های 1348 یا 50 می‌دونید که به عنوان یک زندان محل شکنجهگاه و زندانی کردن زندانیان دگراندیش سیاسی عقیدتی و روشنفکران بود، خواسته شده که جلوی این تخریب گرفته بشه و زندان اوین به عنوان یک نماد نقض حقوق بشر در واقع به یک موزه بدل بشه، به یک موزه تبدیل بشه و اجازه داده نشه که این چنین محلی در واقع تخریب بشه و یا چاش چیز دیگه ساخته بشه و به تدریج به دست فراموشی سپرده بشه. ما البته خود من و فکر میکنم همه عزیزان خوشحال خواهند شد که یک زندان خراب بشه و تبدیل به یک تفریحگاه بشه. اما این زندان با تاریخچه‌ای که داره، با وضعیتی که داشته و نیتی که حکومت اسلامی در تخریب اون داره، به گمان من باید تلاش کرد و مانع از تخریب اون شد و خواست که از یونسکو برحال ایفای نقش بکنه به عنوان یک میراث جهانی، تلاش بکنه که این زندان تخریب نشه و تبدیل به یک موزه بشه. دکتر نورکار، ما حدود 4 دقیقه دیگه فرصت داریم یا 3 دقیقه دیگه فرصت داریم. من یه سوالی دیگر رو میخواستم با شما مطرح بکنم. این جریان احمقانه نفوذی ها که در ایران راه انداختن، میدونید که هر چند وقت یه دفعه اینا یه بامبولی درست میکنن برای اینکه یه مخالفینو بگیرن. تعجب آور اینجاست که در این شرایط سپاه پاسداران، در حالی که وزارت اطلاعات وجود داره و اونا یه زندان دارن، سپاه یه زندان داره، آقای طایب هم رئیس رفیق صمیمی آقا مجتبی هم مسئول این جریان به اصطلاح اطلاعات سپاه هست، یه عده از روزنامه نگاران گرفتن به اینا گفتن شما دارین مردم رو راهنمایی میکنید و منحرف میکنید، در حالی که کار روزنامه نگار اینه که به مردم ایده های خودشون رو منتقل بکنن، حالا مردم خواب میپذیرن خواست نمی. یعنی 37 سال این رژیم هنوز نتونسته یه کاری بکنی که مردم گول نخورن، به قول خودشون. البته من معتقدم که این گول خوردن نیست، مردم بسیار اینا رو خوب شناختن. نظرتون رو فقط خیلی خلاصه میخوام راجع به همین جریان دستگیری های اخیر. بله، نفوذی همون اسم رمز در واقع سرکوبه. ما تو این 37 سال داشتیم، هر دوره‌ای که حکومت اسلامی میخواسته در واقع و تلاش کرده که دیگر اندیشان و مخالفان خودش رو سرکوب بکنه، از این نوع واژه‌ها به عنوان اسم رمز استفاده کرده. یه دوره‌ای
میدونید برای قتل‌های زنجیره‌ای تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد و نفوذی‌های فرهنگی رو یه دوره واژه فتنه رو مطرح کرد. الان هم بحث نفوذی‌ها رو مطرح میکنه. به گمان من جمهوری اسلامی الان وارد یک دوره‌ای داره میشه که خامنه‌ای، بیت خامنه‌ای و کلن خود حکومت قصد داره باز دوباره اون بساط ایجاد ارعاب رو در جامعه پهن بکنه، برای اینکه به نظر میاد بحران‌هایی رو که ایجاد کرده براش راه حل نداره و خب مسئله توافق هسته‌ای و مسئله هسته‌ای رو یک دوره بهانه کرده بود که این میتونه به هر مشکلات رو حل بکنه اگر این توافق به سرانجام برسه، در حالی که میبینیم این توافق هم حتی اگر به سرانجام خودش برسه باز هم حکومت اسلامی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی که در جامعه و اخلاقی رو نمیتونه حل کنه. بنابراین هر دوره‌ای دست به ارعاب و سرکوب و کشتار و بساط میزنه که همه اینها یک اسم رمزهایی داره و الان من فکر میکنم نفوذی یکی از اون اسم رمزها هست که به هر حال همیشه قربانیان از اهل قلم و روزنامه‌نگاران شروع میشه تا بست و گسترش پیدا کنه. به ویژه مواقعی که ما با یک انتخابات مواجه هستیم، ما چنین شرایطی رو تجربه کردیم، الان هم تکرار همون تجارب سابق هست. بگم خیلی سپاسگزارم دکتر نورکار عزیز، تا هفته آینده روز پنجشنبه که باز در خدمتتون خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم، سپاس مجدد از شما و سپاس از شنوندگان و بینندگانی که مرتباً راجع به دکتر نورکار از من سوال میکردن. اینو به اطلاعشون میرسونم که از سه هفته قبل که دکتر نورکار مجدداً در برنامه من بود، از این پس مرتباً روزهای پنجشنبه با دکتر نورکار خواهیم. با سپاس از شما دکتر نورکار. من هم تشکر میکنم. خب همینانی گرامی، به همین جا برنامه امروز من به پایان رسید. با سپاس از امیر شهرتی، تا برنامه آینده. در ضمن فراموش نکنید فردا از ساعت 12:30 تا 1:30 برنامه مستقل دکتر دانش. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.